فاطمه زم خواهر نگار اعدام شده روح الله زم با انتشار تصویری از پاشیدن غیر بر سنگ مزار برادرش خبر داده است خواهر روح الله زم در اینستاگرام خود نوشته است اینجا مزار انسانی است که می گفت یکی از آرزویم این بود که در وطن بمیرم روح الله زم روزنامه نگار ساکن فرانسه در مهر ماه سال 98 پس از سفر به عراق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بوده و پس از انتقال به ایران در 22 آذر سال 99 اعدام شد. محمد علی زم پدر روح الله زم در روزهای گذشته و در اولین سالگرد اعدام فرزندش لباس روحانیت را از تن درآورد. محمد علی زم در مراسم سالگرد فرزندش گفت که حکومت جمهوری اسلامی در حال پرونده سازی و شهادت گرفتن علیه اوست تا وی را برای پوشیدن لباس روحانیت نالایق تشخیص دهد پدر روح الله زم با درآوردن لباس روحانیت از تن خود گفته بود من همینجا این لباس و امامه را درآورده و تقدیم میکنم به کسانی که پول و امکانات ملت را صرف پرونده سازی برای من می کنند. تخریب سنگ مزار مخالفان اعدام شده و کشته شده حکومت ایران بی سابقه نیست و در سالهای گذشته عوامل و هواداران جمهوری اسلامی دست به تخریب مزار جانباختگانی مانند نداغ سلطان و نوید افکاری زدند. اگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر که هست گیرند یک داستانی هست که خیلی با اوضای قمر در اغرب حکومت خامنه ای و قضیه علی لاریجانی همخوان است میگویند در فرودگاه آتش سوزی شدیدی رخ داد و همه چیز به سرعت در حال سوختن بود و یک عده هم در محاصره آتش قرار گرفته و راه فراری نداشتند تنها هواپیمایی که سالم مانده بود یک هواپیمای کوچک چند نفره بود که گنجایش همه را نداشت خلاصه خلبان تا آنجا که میتوانست نفرات را سوال کرد و سه نفر باقی مانده بودند ولی جا برای دو نفر بیشتر در هواپیما نمانده بود خلبان نگاهی به سه نفر کرد و گفت برای اینکه بیانصافی نشده باشد من از هر کدام از شما یک سوال می کنم و هر کس جواب را نمی دانست متاسفانه باید همینجا بماند تا من بقیه را نجات دهم و اگر فرصت بود بر می گردم و او را هم نجات می دم. به نفر اول گفت 20 ضرب در سه من های 5 چند می شود نفر اول جواب داد 55 پنج پنج. خلبان گفت آفرین سوار شو به نفر دوم گفت آب در چند درجه جوش می آید نفر دوم جواب داد صد درجه خلبان هم گفت آفرین سوار شو خلبان نگاهی به نفر سوم کرد و گفت ده از شهرهای کشور برکینافاسو رو اسم ببر نفر سوم یه نگاهی به خلبان کرد و گفت مرد حسابی خب بگو دیگه جا نیست و تو رو نمیتونم سوار کنم این سال برای چیه حتما میدونین که دوباره موضوع رد صلاحیت لاریجانی این روزا خبرساز شده و انبا و اقسام نامه ها و مصاحبه که از چپ و راست انجام میشه و هر کسی نفر دیگر رو متهم به کاری میکنه جنتی معلوم الحال گفته به دلیل اقامت فرزند تو خارج و دخالت فرزندت تو ساخت و ساز مجلس و یا سفرهای زیاد خونوادت به خارج و ساده زیست نبودن و نقش داشتن تو تصویب برجام شما رد صلاحیت شدید. البته لاریجانی هم همه رو رد کرده و در مقابل گفته موضوع تصویب برجام هم اصلا در صلاحیت شورای نگهبان و جنتی نیست و یک مورد دیگر رو افشا کرده که در مورد تصویب برجام فقط سی جلسه با حضور خامنه ای صحبت کردن علی لاریجانی همچنین حرف شورای نگهبان در مورد موضع اون بعد از اتفاقات انتخابات سال 88 را عجیب خوند و در یک جمله کل موضوع را خلاصه کرد و رو به خامنه ای و جنتی و شورای نگهبان قلابی نوشت یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم نکته جالب توجه در این مدل اتفاقات در حکومت ولایت فقی این است که از آنجا که از شخص خامنه ای تا پایین نفر در این حکومت همه دستشان در فساد و قارت و جنایت بوده و هست بنابراین پیدا کردن اتهام برای هیچ کدام از آنها سخت نیست ولی همچنان که گفتند چاخو دسته خودش را نمی برد و چون همه دستشان در یک کاسه است فقط سر و صدا می کنند و دو طرف بعد از مدتی ساکت می شوند و همه اتهامات هم به فراموشی سپرده می شود اما بیزودی ما همه آنها را از بالا تا پایین دادگاهی کرده و این بار فقط حرف نخواهد بود بلکه باید قیمت جنایت ها و کارهایشان را بدهند. احمدی نجات میگه اینو یواشکی میگم پخش نکنین آقا کل دنیا احمدی نجاتی شده اکبر علمی نماینده اصلاح طلب و تحول خواه اسبق مجلس میگوید گرچه اختلالات و خصیصه های شخصیتی احمدی نژاد از عوامل رشد توهم و خودشیفتگی شدید در اوست اما اهل بصیرت که از سال 84 به بعد از اولیا و اوسیا و حتی مادر راننده تاکسی هم برای رئیس جمهور شدن او مایه گذاشتند و مدعی شدند که آنها در خواب سفارش کردند که در انتخابات حتما به احمدی نژاد رای دهند و اینکه آنان که در برابر شامورتی بازی های احمدی نژاد و ادعایش مبنی بر مشاهده حاله نور در سازمان ملل سکوت کرده و حتی آن را باور کردند و به ویژه جماعتی که هنوز هم برای وی کف زده و هور را میکشند در تشدید بیماری خودشیفتگی و توهمات احمدی نژاد صحیح و مقصرند و این در حالی است که شخصا در تاریخ دهه ده هشتاد ده در مورد پیامد خودشیفتگی وی هشدار داده بودم و گفته بودم که همه حتی مردم و حکومت باید از این بیماری بترسند این بیماری روز به روز در حال وخیمتر شدن است و در نهایت ممکن است احمدی نژاد دست به هر اقدامی با هر روشی بزند چون او میداند بهترین است و صلاح همه را میداند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار